همکارم مزدک میرزایی اینجا همراه ماست مزدک حضور سابقه های سابق پرسپولیس با پیرن تراکتور این بازی رو از همیشه حساس‌تر هم کرده آره خب هوادار فوتبال مدت ها بود که یه همچین بازی حساسی رو ندیده بودن فکر میکنم که انتظارشون هم دیگه تو این دقایق آخر خیلی سخت براشون بازی فوق‌العاده حساس پرسپولیس سه تا بازیکن اصلی خودش رو که واقعا در قهرمانی های سال گذشته نقش داشتن تقدیم که به تراکتور البته خب مبالغ زیادی هم گرفتن و رفتن به تراکتور خصوصا علیرضا بیرانوند و مهدی ترابی هم فکر می که خیلی خیلی تاثیرگذار هستند برای تیم تراکتور تو فصل جدید چون برای پرسپولیس فوق العاده بازی میکردن زمانی که بودن و ستاره های پرسپولیس بود حالا دانیال هم به همچنین او هم بازیکن خیلی خوبیه این بازیکن ها انگیزه های زیادی دارن برای اینکه در مقابل تیم سابقشون بخوام بازی بکنن و همونطوری که مربی شون اسکوچیچ اشاره کرد هیجانشون و اون شور هیجانشون خیلی بالا باشه برای اینکه بتونن توی این مسابقه خودشون رو نشون بدن از اون طرف خب پرسپولیس یه مقدار شرایط متفاوتی داره هوادار پرسپولیس منتظر هستن که ببینن این بازیکن جدیدی که به اومدن از جمله علی علیپور چطور بازی میکنن خب پور تو هفته اول بد کار نکرد کنار ایسا آل کسیر بازی کرد و یه مقدار حالا این دوتا بازیکن با هم باید کار بکنن هماهنگیشون بالاتر بره هر دو تیم فکر میکنم که توانایی های زیادی دارن بازیکنانشون و این نشون میده که لیگ ایران پویاتر شده بازیکنه بهتری میان به لیگ برتر ایران همین اشتراکالی بازیکنی که تراکتوریا گرفتن هم بازیکن خوب یه آلوزن که در زمین دارن همه اینا باعث میشه که یه بازی جذاب را از هر دو تیم شاهد باشیم توی زمین من فکر می‌کنم بازم یه مقدار کفه ترازو به نفع پرسپولیس توی پنج سال گذشته پرسپولیس همه بازی‌هاشو تو زمین تراکتور برد یعنی چار, چار برد پیاپی به دست آورده پنج سال پیش بود آخرین بار که تراکتوری‌ها تو زمین خودشون تونستن پرسپولیس رو ببرن بنابراین تراکتوری هم تشنه هستن که در مقابل هواداران خودی که خیلی هم زیاد هستن بتونن که پیروزی رو جشن بگیرن این بازی باز هم خبری از حضور زنان در ورزشگاه تبریز نیست این این دیگه یه موضوع تکراری شده یعنی خیلی عجیبه یه بازی زنا اجازه دارن ورزشگاه بیان یه بازی اجازه ندارن بیان یه سری شهرها هستن که اجازه دارن بیان یه سری شهرها هستن که اجازه ندارن بیان و جالبه که همه اینا توی لیگ قهرمانان بازی میکنن لیگ نخبه ها میخوان بازی بکنن اجازه دارن که هواداری زن به ورزشگاه بیان این نشون میده که این دید عجیب و غریب و دوگانه ای که مسئول فوتبال به این موضوع دارن جالبه که همین یکی دو ساعت پیش من دیدم از خبرنگارها هی بود که آیا بازی با حضور تماشاگر رو برگزار یا نه خب بلی فروشی انجام شده تک تصاویر زنده آره هم هست از خارج زن... آره از ورزشگاه تبریز خب صندلی ها شماره گذاری شده یعنی باید طبق قوانین مسابقات ای ای اف سی که ای هم تاکید کرد که انجام بشه دیشب ظاهرا تا صبح نشستن صندلی سندل... ها شماره گذاری کردن بعد گفتن رو سکوهایی که صندلی نداره هوادارا حق ندارن بنشینن و سعی میکنن که قوانین فوتبال حرفه ای رو رعایت بکنن فقط سعی میکنن تواناییش رو واقعا ندارن مسئول فوتبال ایران فکر میکنن که جا داره که یه مقدار بیشتر دقت بکنن حالا میتونن اصلا کمتر بلیت فروشی بکنن که این مشکلات به وجود نیاد زمینه که من بعید میدونم که هوادارا برن دقیقا همون جایی بنشینن که شماره بلیتشون میگه چون واقعا دیدیم که هوادارا رعایت رو نمیکنن هر جورشون بخواد میرن میشینن هر جا بهتر باشه دیدشون بهتر باشه میرن میشینن بعد اینا مسائل ریزی هست که باید در فوتبال حرفه ای رعایت بشه کما که قرار بازی با حضور وی ای آر باشه بازم میگم که بعضی از بازیها با وی آر بعضی از بازی ها بدون وی آر و این باعث میشه که حق خیلی از تیم‌ها خورده بشه چرا فقط استقلال و پرسپولیس با وی ای آر داشته باشن و سایر تیم‌ها نداشته باشن و از اون مسائل دیگه هم که میتونیم بهش اشاره بکنیم اینه که خیلی از تیم‌ها میزبان هستن اما در شهرهای دیگه میزبانی میکنن خیلی از مسائل رو فوتبال ما رعایت نمیکنه اونجا که روز بروز بهتر بشه اما هر که میبینیم میبینیم که داره بدتر میشه مرسی از توضیحاتت